در ادامه مفسرانی که حالا میتونن باری رو بر دوش خودشون داشته باشن، سعی بر این داشته باشن استدلال ما رو هر آنچه که باشد به هر حال قبول نداشته باشن و استدلال نخبگان هستش که قانون رو بیان تعریف کنن و تفسیر بکنن، و آنانی که برای هژمونی مطبوعاتی اسرائیل رو در دست دارن و 64 کرسی در مقابل 46 کرسی قرار گرفته از درستگرایان و چپگرایان، نه فقط که بعد از قراردادهای اسلو 1993 30 سال داره میگذره با تروریسم پلسطینی ما روبرشون، دیگه نمیتونن به قدرت بازگردن، برای همین مناسب کلیدی اسرائیل از تکنوکرات ها گرفته، قاضی و قضات گرفته و هر مینیستری نیز مستشار حقوقی داره که زیر لوای بازرسی هست، زیر لوای دیوان عالی اسرائیل هست، که خود اونیز منافع دولت رو دنبال نمی کنه و میتونه دادستان نیز باشه و ریفورمی که باید در نظر قضایی در اسرائیل انجام باید بشه رو ما باستاب اون رو در حال روزه در هیچ یک از رسانه های پارسی زبان به جز اندیشتاد پارس یهود ایرانی در اوشنی که مسئله رو بررسی میکنه ما یافت نمی کنیم. از این رود